سلام. سلام علیکم. بچه‌ها ما اومدیم با قسمت چهارم داستان تصمیم سرنوشت ساز زندگیمون. بله. و اولش هم میخوام یه جمله کلیشه‌ای بهتون بگم، اونم اینه که ممنونتون میشیم اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید و کامنت بذارید برامون. از ما حمایت میکنید و باعث میشه که خیلی بهمون کمک کنید و ما برای پیشرفتمون به شما نیاز داریم. مرسی. خب داستان رسید به اونجایی که ما هتل رو گرفتیم، خسته و کوفته و داغون وارد هتل شدیم و اتاق رو به ما دادن و گفتن که برید استراحت بکنید و بابت این استراحتتون و تایم اضافه که به شما دادیم ازتون قرار نیست پول بگیریم. ما هم خوشحال مسرور رفتیم اتاق رو تحویل گرفتیم. اتاق خوبی بود، اتاق تر و تمیزی بود، یه تخت تر و تمیز با ملافه های تمیز و صبح هم که بود، ولی خب چشمون هیچ جا رو نمیدید، نه منظره ای میدید. از شدت خستگی واقعا محیط اطراف رو نتونستم ببینم، یعنی نتونستم چی میگن بهش آنالیز کنم ببینم اصلا دقیقا کجام، اتاقم چه شکلی، تختم چه شکلی، اصلا هیچ چیزی واسم مهم نبود، فقط خوابیدن توی اون لحظه برام مهمترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. و ما برای اتاق شدیم و خوابیدیم. به جرئت میتونم بگم که یکی از سنگین ترین خواب های عمرم بود که واقعا متوجه نمیشدم که اطرافم چه اتفاقی داره میفته و اگر بمبم کنار من میترکونه من از خواب بیدار نمیشدم. تو چطور؟ آره منم همونجوری بودم، حتی گذشت زمان رو هم نمیدونستیم که مثلا ما خوابیدیم الان بیدار شدیم چه ساعتی از روز، فردا صبحشه، فردا ظهرشه، الان چیه، کجاییم، چند روز خواب بودیم، چند خوابیدیم، اصلا خیلی منگ بودیم. مثل اصحابه که هفت داشت برامون. ساعت فکر کنم اگر شما نکنم 3:30-4 بعد از ظهر بود که دیگه من از شدت تشنگی و گرسنگی از خواب بیدار شدم و دیگه میتونم بگم که خوابم تکمیل شده بود، دیگه به اندازه کافی خوابیده بودم. گرجا یه چیزی دارن، خیلی جالبه که اینو نگفتیم، گرجا اکثر غذاهاشون شوره. ما هم که یه صبحونه خورده بودیم، یه صبحونه توپل شور، بعد رفته بودیم واقعا آتش بودیم دیگه از همه غذاهاشون شوره. مثلا یه دونه غذا دارم به نام خاچاپوری که کلا نمک و آرد دیگه نمک و آرد و پنیره میخوری. آره دیگه. وقتی از خواب بیدار شدم سنج هنوز گیجه خواب بود، یعنی خواب و بیدار بود و اینا، داشت تکون میخورد. پاشدم رفتم توی تراس هتل، تراس اتاقمون، در پنجره باز کردم. اول از اینکه وقتی که میخواستیم بخوابیم پرده ها رو کشیده بودیم. پرده های هتل ها معمولا یه مقدار زخیم تر از حالت نرماله، چون که بتونن اتاق رو تو هر ساعتی که مسافر میرسه بتونه تاریکش کنه و استراحت بکنه. پرده تاریک بود ولی شدت نور از بیرون انقدر زیاد بود که احساس میکردم که آفتاب یا خورشید مشتش رو برداشت اینجوری محکم کرده میزنه توی این پرده ها که برید کنار بذارید من این اتاق رو روشنش کنم. مثلا یه نور شدیدی که پشت یه پرده زخیم و تاریکه، تیره است، داره به زور انگار میخواد وارد اتاق بشه، یه همچین حسی داشت اتاقم. وقتی که من از خوابی داشتم حس خفگی داشتم توی اون اتاق. رفتم توی تراس رو در باز کردم و اطراف رو دیدم، یعنی هم که در باز شد این نور وحشتناک به همراه گرمای شدید شدید شدید، هر چقدر بگم شدید برای اون لحظه و اون حال من کمه، خورد به صورتم و دور اطراف رو نگاه کردم. توی تراسش یه دونه دیوار خیلی بلند داشت، یعنی مثلا دیوار بگم که تا اینجای من بود، یعنی من خیلی راحت نمیتونستم دور اطراف رو ببینم. رفتم روی پنجه پاهامو قدم کشیدم بالاتر که قشنگ اطراف رو ببینم. کاش که این کار رو نمیکردم. اطراف همون چیزی که دیشب دیده بودم همون بود، با یه نور زرد، با یه گرمایی بیش از حد، همه جا خاکی، خونه ها داغون. خونه تقریبا تو ویو تراس ما نبود، نبود برای همون دو سه تایی که میشد دید که یعنی خیلی داغون بودن، کاش اونها رو هم نمیشد ببینیم. و دوباره یادم افتاد که چه غلطی کردم و کجا اومدم و چه اتفاق قرار بسام بیفته. باز این سوال توی مغز من تکرار شد برام. خلاصه سریع اومدم، چون دمپایم پام نبود، پام هم داشت میسوخت روی اون گرما، روی اون موزاییک اونجا. سریع برگشتم توی اتاق و رفتم توی دستشویی که حالا دستشویی کنم و دستورتم رو بشورم و بیام بیرون، سهن رو بیدار کنم که باشه بریم بیرون یه چیزی بخوریم و اینا.
بعد چند دقیقه متوجه شدم که توی دستشویی شیر آب یعنی شلنگ آب وجود نداره و من شوک بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم. الان باید چیکار کنم؟ کلهم اجمعین دستمالی بود دیگه، دستمال کاغذی. حتی دستمالی هم اونجا نبود که من بتونم به داد خودم برسم، یعنی در این حد بهتون بگم. داد زدم و سرنو بیدار کردم، پاشاد اومد گفت چی شده؟ گفتم بابا اینجا یه شلنگ آب نیست و اینا. گفت چاره نیست، باید دوش بگیری. گفتم اوکی، من میرم دوش بگیرم. من واقعا چاره نداشتم، باید همون لحظه برفتم دوش میگرفتم. رفتم توی حموم، شیرابو باز کردم و برای چند دقیقه میتونم بگم که خودم اینجوری بغل کرده بودم محکم. و من اینجوری هم نمیم که هم شاید اینجوری باشی، وقتی که مثلا دیگه خیلی تهیه اتفاق بده، یعنی امیدی ندارم، نمیدونم چه اتفاقی قراره برم بیفته و اینا، سردرگمم و ناامیدم، خستم، خودم رو بغل میکنم. محکم خودم رو بغل کرده بودم زیر دوش و زدم زیر گریه. یه دل سیر بی صدا گریه کردم. رفته بودم وسط برهوت، برهوتی که هیچی هم ازش نمیدونستیم که چه سرنوشتی در انتظارمونه و چه اتفاقی قراره بیفته. یه جایی با یه نور آفتاب تیز و زرد، با یه کوه سنگی و یه سری خار بیشتر از هر چیزی من فکر میکنم غریب بودنمون داشت اذیتمون میکرد. خلاصه که من یه دل سیر بی صدا زیر توش گریه کردم و گفتم که کاریه که کردی اتفاقی که افتاده و تو باید قوی باشی، تو باید شدی که مثلا حالا سهند قبول کنه این مسیر رو بیاد و تو باید محکم باشی، به سهند امید بدی، انگیزه بدی و بگی که ما میتونیم، اتفاقا بعدی برام نمیفته. خلاصه دوش گرفتم و از همون اومدم بیرون و این بار دیگه نوبت سمون بره دستشویی، برش هم بره دوش بگیره. ولی خب من خیلی امیدوارتر از تو بودم، یعنی نمیدونم، شاید چجوری میگم بیهس بودم، نمیدونستم چیه. ولی خیلی سر بودیم. آره بودیم. یه جوری بود، ولی به من شبیه توهم بود. من خیلی مثلا درگیر و ترس نداشتم، نمیدونم. و اصلا هر چقدر که فکر میکنم ببینم که تو اون لحظه، یادت میاد دیگه، من خیلی درست تر بودم. یعنی فکر میکردم که کار درستی انجام دادیم، باید این کار انجام میدادیم، یعنی خیلی کار درستی انجام دادیم. خوشحالم بودم از این ماجرا که مثلا آقا چه میدونم یه جای جدید رو کشف کردیم، شاید بریم مثلا تو جنگل های آمازون، من کیف کنم بگم که آخ جون مثلا یه جای جدید کشف کردم، فرداش مثلا یه شیر بگیره منو بخوره. ولی اون لحظه ای که اونجا بودیم، درست بلا تکلیف بودیم، بیکار بودیم، بیپول بودیم، غریب بودیم، همه اینا رو در نظر بگیرین، ولی من یه امیدی داشتم، یه روشنایی توی آینده میدیدم که خیلی از این ماجرا خوشحال بودم. من نمیتونستم احساس میکردم باید به سمت اون روشنایی بریم، روشنایی رو ببینم. من اصلا نمیتونستم اینجا تمرکزی بکنم. خلاصه رفتیم سرانم دوش گرفت و اومد و بعد دیگه میرفتیم بیرون یه چیزی میخوردیم. توی اتاقش حتی یه دونه آب معدنی هم نذاشته بودن برامون. توی این هنگ که داشتیم آماده میشدیم بریم بیرون، یه دفعه سهن گفتش که دیشب توی فرودگاه به من یه دونه دفترچه دادن، یه دفترچه راهنمای شهر، مجله بود، یه مجله طور بود که مجله ایرانیه، یعنی آقای ایرانی اونجا داشتش که مجله حالا اطلاعات ایرانی ها، یعنی رستوران هاشون، فروشگاه هاشون، صرافی هاشون، هر چیزی که مربوط به ایرانی هاست داخل اون مجله بود و داشت توضیح میکرد بین مردم به صورت رایگان. نگو همزمان با پرواز ما که از استانبول نشسته، یه پرواز هم از ایران اومده اونجا، پس این آقا اونجا منتظر مسافرای ایرانی بوده. حالا دیده ما ایرانی هستیم و اینا، یه دونه این مجله رو به سهندم داده بود. سنگو بیا این مجله رو نگاه کن ببینیم رستوران ایرانی، شرکت توریستی، نمیتونم یه ایرانی، یه مشاور، یه کسی رو پیدا کنیم همزبانمون باشه، باهاش تماس بگیریم، صحبت کنیم. من خوشحال شدم، یعنی واقعا وقتی که فهمیدم که سنگ این مجله رو گرفته، احساس میکردم که کلید
یک گاف صندوق پر از پول دست ما، یعنی نقشه گنج رو به ما دادن. انقدر اون مجله تو اون لحظه برای من با ارزش بود که حد نداره. خلاصه که نشستم مجله رو بررسی کردن و نگاه کردم، توش چند تا شرکت توریستی بود که ایرانی هم بودن و یه تعداد هم رستوران ایرانی. اصل ماجرای اون مجله کلن شناسوندن شهر گرجستان بود که نشستیم. آره دیگه، به ایرانی ها مسافر، چون خیلی مسافر نمی اومد که اونجا کسی نبود. نشستیم این مجله رو دونه دونه، شما فرض کنید یه مجله مثلا 50 برگ بهت دادن، سطر به سطرش رو خوندیم، توش اتفاقات و چیزهای خیلی جالبی رو پیدا کردیم که کلید موفقیت ما بود. با ما همراه باشید، توی ویدیوهای بعدی بهتون میگیم که چه چیزایی رو هیجان انگیزتر ویدیوی قبلی. بازم بهتون میگم ممنونتون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت و زنگوله رو بزنید. مرسی.